آقا کامران این اصلا حرف تو دلش نمیمونه. ایوا یعنی چی؟ خب نمیمونه دیگه. من همچین دست کمی از خانومت نداری. ببخشید اما خیلی مهمه که این داستان رو واسه کسی بازگو نکنین، حتی واسه اون جاری خیالی تو. میگم یه وقت واسه نازگل جون تعریف نکنی. خفه شو بابا. نازگل جون که؟ هیچی با رفیقشه. آقا کامران میگم میشه فردا ما رو بی‌زحمت بکشید بریم پی کارمون. ببین سعیده که بهش تیراندازی یاد دادی. منم که خدمت رفتم تیراندازی بلدم. تو دو تفنگ هم بدین دست ما، تو همین تیر و پی تیر ما رو هم بزنن و خلاص. چطوره؟ هستی؟ پاژن قرمز دو کابین، ساخت ایران، پلاک ترکیه. آقا این عین جنسه، قیافش هم تابلوه. الان 10 تا مشتری واقعی دارن اون تو غذا میخوره. خانواده هم توشون هست؟ آره یه خانواده 3 نفره تو سالن پشتی هست. ای بابا خانواده واسه چی راه دادین اون تو آخه؟ مشکوک بودم فکر کردم بچه همراهشونه برای پوشش. 10 دقیقه بالا سرتون نبودم. دوغ یا کوکا؟ دوغ و کوکا، هم دوغ هم کوکا. چشم. رمزو گفت علیرضا اسماعیل قباد داخل شد. عباس مجید دامونم دمه در. من تا یه دقیقه دیگه اونجام. آقا مرتضی کجای شما؟ مرسی آقا اون شجونه دانش. خورت و برات بیارم. سلام، مدارک شناسیتون. مدارک شناسی. سلام. براق شناسایی لطفا. بله حتما. مدارک شناسایی. بله حتما. بفرمایید. چیزی لازم نداری عزیز جان؟ نه مرسی. بفرمایید. ها؟ پاسپورتتون. قایم شید، همه بخوابید رو زمین. علی رزو بپا بمر نرو درو ببندی. عباس از پشت بو درو ببندی. راه فرار نداری، تسلیم شو. تسلیم شو داداش، تسلیم شو. اسماعیل آشپزخونه، آشپزخونه رو داشته باش. تیر خورد؟ زدنش؟ خورده تو سرش. علیرضا دم در باش. درو ببندین، کسی بیرون نره. آقا ما اینجا 3 تا زخمی داریم. نبشو بگیر ببین چطور. اینا خونریزی شدید دارن، نمیتونیم صبر کنیم. محمود حرف زد. شما 2 تا آمبولانس بفرستید. بله 4 تا جنازه هم هست. نه 3 تا، 3 تا جنازه هست که خودمون میاریم. محمود علی رضا منو میشنوید؟ علی رضا صداتو میشنوه، نترس. شما آمبولانس بفرستید تا این زخمی ها جنازه نشودن. حالا اینجوری پس چی؟ یا نیم ساعت دووم نمیارن آقا جون؟ صدا میشنوید؟ یا نشستن پرنده؟
حالا اگه صدا میزنی نمیدونم بذار برم بیرون ببینم کجا میتونه بشی. الان آمبولانس خبری. منتظر آمبولانس نشین، با ماشینای خودمون ببریمش. اینم زنده است. بیاین اینجا. کمک کن آقا، کمکش کن بیارینش اینجا. آقا هلیکوپتر داره میاد. جای نشستن داره. حالا میاد دیگه، این پشت جایی هست شاید خوب باشه. عزیز شما که تورید نشون آقا جون، اصلا ما خودمون زخمی ها رو میاریم به طرف اولو خدا بترم که وسط راه هر جا به شما رسیم. آقا این خیلی خون ریزی داره، عیب نداره شلوغش نکن، اینجا رو تخلیه کنیم میاریم سر جاده اصلی. تا 10 دقیقه یه روب دیگه ما میرسیم اونجا. چی شده بود آقا؟ خدا لعنتش کنه قوم مشتری رو بفرستیم بیرون، درم ببندیم تشریف ببنیم بیرون. خدایا چی شد؟ درو باز کنیم. خودم حمله کردم بمون. بفرمایید بفرمایید بیرون آقا، همه برن بیرون. چرا وایستدی؟ تماشا نداره که، قربونت برم. بفرمایی شدو؟ نمیدونم والله، اینگار بیراندازی کردم. آره من شنیدم که صدا میشود. ندیدی تو؟ نه تو ندیدی؟ آقا همه برم بیرون، بفرمایید بیرون. آقا زودتر تشریف ببرین، می‌خوایم درو ببندیم. بفرما آقا، توقف نکن. سعید خانم تموم شد. بچه‌ها که سوار ماشیناشون نشدن بگیم برگرد. با این کی بود فرستاده بودن؟ هم خودش تابلو بودن ماشینش. تو خوب بازی نکردی ها، شانس آوردیم دور بود، همه چی لو میرفت. ماشینشو تجهیز کردی؟ بله آقا، جی پی اس گذاشتم یه جایی که عقل جن هم نمیرسه. خطر از بیخ گوشمو گذشت. گفتم که یوهان ناتانیاهو در بازجویی نام 65 نفر از جاسوسان موساد و سایر متکر را لو داد. وقتی قاچاقچی خبر کشته شدن یوهان را به پایگاه داعش رساند، بنیامین ناتانیاهو ترجیح داد چیزی از مأموریت محرمانه برادرش در تهران به موساد نگوید تا به خاطر این خودسری زیر سوال نرود. موساد که یوهان را مرده به حساب آورده بود، به هیچ کدام از جاسوسان او هشدار یا دستور فرار نداد. این 65 نفر در سازمان‌های نظامی، امنیتی و سیاسی ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، یونان و لبنان شغل‌های حساس داشتند و بعضی حتی به وزارت رسیده بودند و 47 نفر از آنها هنوز زنده و فعال بودند. وزارت اطلاعات ایران نام همه جاسوسان موساد را در اختیار سازمان‌های امنیتی کشورهای دوست قرار داد. حالا ما با زانو خوردیم زمین، درد پیچیدیم به خودمون، صدامون هم در نمیاد. یهو از اون زیر نگاه کردم دیدم اسلحه هوایی گرفته تو دستش. آره دستونه. دانه نیستم اسلحه چیکار بکنم؟ موچه چه بگیرم؟